خانم معلم مدرسه با اینکه زیبا بود و اخلاق خوبی داشت هنوز ازدواج نکرده بود. دانش آموزانش کنجکاو شدند و از او پرسیدند چرا با اینکه دارای چنین جمال اخلاق خوبی هستید ازدواج نکردید؟ معلم گفت زنی 5 دختر داشت. شوهرش او را تهدید کرده بود اگر یک بار دیگر دختر به دنیا بیاورد آن را سر راه خواهد گذاشت یا به هر نحوی که شده آن را بیرون می‌اندازد. بار دیگر آن زن دختری به دنیا آورد. پدرش آن دختر را هر شب کنار میدان شهر رها می‌کرد. صبح که می‌آمد می‌دید کسی طفل را نبرده. تا 7 روز این کار را ادامه داشت و مادرش هر شب برای آن طفل دعا می‌کرد و او را به خدا می‌سپرد. خلاصه آن مرد خسته شد و کودکش را به خانه برگرد. مادرش خیلی خوشحال شد تا اینکه بار دیگر باردار شد و این بار خیلی نگران این بود که مبادا باز هم دختر به دنیا بیاورد. اما خواست خدا بر این بود که فرزند هفتم پسر باشد. ولی با تولد پسر دختر بزرگشان فوت کرد. بار دیگر باردار شد و پسری به دنیا آورد. اما دختر دومشان هم فوت کرد. تا اینکه 5 بار پسر به دنیا آورد اما 5 دخترشان همه فوت کرد. فقط تنها دخترشان که پدر می‌خواست از شرش خلاص شود برایشان ماند. مادر فوت کرد و دختر و پسرها همه بزرگ شدند. خانم معلم ادامه داد و گفت بچه‌ها می‌دانید آن دختری که پدرش می‌خواست از شرش خلاص شود که بود؟ آن دختر منم و من به این دلیل تا حالا ازدواج نکردم چون پدرم خیلی پیر است و کسی نیست که او را تر و خشک و نگهداری کند. من به او خدمت می‌کنم. آن 5 پسر یعنی برادرانم فقط گهگاهی خبرش را می گیرند. پدرم همیشه گریه می کند و پشیمان از کاری که در کودکی با من کرده. اگر جای دانه هایت را که روزی کاشته ای فراموش کردی، باران روزی به تو خواهد گفت کجا کاشته ای. پس نیکی را بکار بالای هر زمینی و زیر هر آسمانی برای هر کسی. تو نمی دانی کی و کجا آن را خواهی یافت. کار نیک هر جا که کاشته شود به بار می نشیند. اثر زیبا همیشه باقی می‌ماند.